درود دوستان، ادامه تصنیف لایتنایی. دقت کنید این قسمت وارد همون 13 ضربی 16 ضربی میشیم که پایه‌هاشو خدمتتون گفتم. بازم سریع مرور میکنم، دقت بفرمایید. 13 تایی شد 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2. 16 تاییش یه دونه 1 2 3 اضافه میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2. اینو لطفاً دقت بفهمید. ببین برای به دست آوردن ریتم‌های ترکیبی و ریتم‌های لنگ حتماً به تمرین بیشتری نیاز هست. نگران این قضیه نباشید، زیاد تمرین کنید، آهسته تمرین کنید ولی پیوسته، و تکرار تمریناتون رو باید زیاد بکنید تا انشالله که به نتیجه مطلوب برسید. حالا همین پایه رو، 13 تایه رو، 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 میخوام رو پرده ها پخش کنیم. از پرده 13 انگشت 3 نقد بفرمایید، یه دونه راستش میخوره 13، بعد چپه میخوره 12، راست آزاد میشه راست بعدی، یعنی میشه 1 2 3، 13 راست، 12 چپ و در آخر راست آزاد. این 1 2 3 اولی بود. حالا 1 2 3 بعدی 12 راست میخوره، 10 چپ میخوره و مضراب ششم که راست هست آزاد میشه. پس شد؟ خب الان مضراب هفتم بعد بزنیم که پرده 10 راست، پرده 9 چپ، یه دونه راست آزاد. آروم میذارم، دقت کنید. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. حالا 1 2 1 2 میفته رو پرده 12. خوب دقت بفهمید. حالا یه پایه 16 تایی یا 16 ضربی رو 12 بعد بزنید. دیگه 13 تایی نیست. رو 12 بعد از اون 1 2 1 2 یه پایه کامل 16 تا، یعنی میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2. اینو لطفاً با دقت بنوازید. پس شد؟ پس 16 تایی 3 تا مضراب اضافه‌تر داره دیگه. دوباره سعی کنید راست ها رو 4 انگشته بزنید که سر ضرب ها بهتر مشخص میشه. حالا در ادامه جمله بعد دوباره 13 راست، 12 چپ، راست آزاد که 1 2 3 اول شد، 12 راست، 10 چپ، راست آزاد. این 1 2 3 دومی. پس شد؟ حالا 1 2 3 سومی. دوباره 10 راست، چپ میره روی 9 و یه دونه راست آزاد. این 3 تا 1 2 3. حالا دقت بفرمایید. 1 2 1 2 ها میشه 9 راست، چپ 6، 9 راست، چپ 10. 1 2 1 2. دوباره 13 تایی شد این قسمت کوچیک. حالا رو پرده 9 یه پایه 16 تایی کامل میخوره. پس شد؟ از اولش میزنم؟